محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لمغفرة على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه الله يعلم ما تحمل
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بسوء بشيء سوء اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیك یا خاتم النبیین، یا سید الوسین. السلام علیکم یا اهل البیت النبوه و رحمت الله و برکات و صلوات. هر که را دیده در حجاب در است، همه عالم ز حق جدا بیند. آن که محو روی جانان است، هرچه بیند همه خدا بیند. ارج ذکر و یاد خدا، این عمل آثار ثمر بخش دارد، از جهتی که ذاکر اتحاد و جودی پیدا کرده که موجب حضور خداوند متعال در دل و جان مؤمن میگردد. از این جاست که ذاکر خود را در محضر قرب خدا میبیند و بهره‌مند میشود و در نتیجه بر محور حیا از بسیاری افکار پلید و اخلاق زشت و اعمال نکوهیده پرهیز میکند. دستور عملهایی که چگونه ترک گناه کرد، نخست توجه به ترک زمینه گناه صورت گیرد، عبارتاً از کنترل چشم. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام میفرماید نظر دوختن تیر مسموم از تیرهای ابلیس است، و چی بسا انگاهی که حسرت طولانی مدتی را در طول به حس بگذارد. بنابراین انسان باید تا حد امکان از حضور مجالس مختلط یا برخورد با نامحرم پرهیز کند. و دوم کنترل گوش، باید از شنیدن مطالب که ممکن است به حرام منجر شود و زمینه ساز حرام هستند باید پرهیز شود، مانند موسیقی حرام، صدای شهوت انگیز نامحرم و شنیدن کلمات لغو و بیهوده، تهمت‌های نادرست از افراد جاهل انسان را جهنمی می‌سازد. سوم ترک همنشینی با دوستان نایاب که باعث می شود تا انسان گناه را مزمزه کرده در واقع دشمن هستند و باید از آنها پرهیز کرد. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید از همراهی و سخن گفتن و رفیق بودن با هیچ کس نهی فرموده، که عبارت از دروغگو، گناهکار، بخیل، احمق و کسی که قطع صله رحم کرده است. دوم ترک فکر گناه، این روش اهمیت خاصی را دارست، میبایست کوشش شود تا فکر گناه را به یاد خدا تبدیل سازد. اذکر الله، گفت خداوند کریم، تا نباشی در امور خود علیل. کثرت ذکر از کار انبیا، یا گیر از نوح و موسی و خلیل. تو همیشه باش در یاد خدا، زان که در یاد تو هست رب جلیل. تو همیشه باش در یاد خدا، زان که در یاد تو هست رب جلیل. باید هر کس نفس خود را بشناسد که در واقعیت خدا را شناخته است. تو که در علم خود زبون باشی، عارف کردگار چون باشی. یعنی ای انسان، آیا گمان میبری که تو کوچکی، حالان که آنچه در عالم کبیر است در وجود توست؟ بهترین طریق خداشناسی و اثبات توحید آن است که آدمی خود را بشناسد. اگر به گناه کمال حقیقت برسی، ز خویشتن شنوی آن صدای سبحانی. الهی رنگ تاثیر کرامت کد بیانم را، با موج اشک بلبل آب ده تیغ زبانم را. مکن بی بهره یارب از قبول دل بیانم را، زهر چشم خوبان آب ده تیغ زبانم را. پس ذکر و یاد خدا باعث آرامش دل هاست، و منطوری که خداوند منان در آیه 28 سوره رعد می فرماید
الا بذکر الله آگاه باشید به یاد خدا، تطمئن القلوب فی آرامش دلها. در تمام امور زندگی باید همیشه توکل به خدا کرد، در غیران دست نیاز به دیگران دراز می کند و این وابستگی موجب سلب آسایش او می شود. این افراد با کوچکترین مشکل به دیگران متوسل می شود و هیچ امید ندارد. در این صورت باید بداند که خود سعی و تلاش کرده. خداوند قهار است و مشکلات آنها را حل می کند. خداوند در آیه 3 سوره طلاق می فرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، و کسی که توکل کند بر خدا پس او کافی است او را. بنابراین کسی که توکل خدا داشته باشد دیگر حس مشکلات و سختی ها را نمی بیند و خود را به خداوند سبحان می سپارد. انسان ها هر قدر سعادتمند تر باشند به همان میزان آرامش کمتر دارند و هر قدر زندگی ماشینی و امکان رفاهی و همین طور آسایش بیشتر باشد به همان نسبت به همان تناسب آرامشش کمتر می شود. آدم ثروتمند همیشه به فکر افزایش بیشتر ثروت است اما آرامش ندارد. صلوات دلت را خانه ما کن، مصفا کردنش با من، به ما درد دل افشا کن، مداوا کردنش با من. اگر گم کرده ای دل کلید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه و اردک طوعا و تمتعه فی ها طویلا. صلوات ختم الفرح. اللهم جایی باقری هم کردن که خدمتتون برسن، خدمت خودشون هم از جسارت میشه اگر که اشتباه یا توضیحاتی بیشتر لازم بود ایشون حتما هستن و اصلاح میکنن. یه مطلب کوتاهی رو خدمتتون عرض خواهم کرد تو زمان کوتاهی که در خدمتتون هستم. به دو بخش شخصی میکنم. اول یه مطلبی رو که عنوانش رو عرض خواهم کرد خدمتتون و بعد هم با همون سبکی که در دهه اول محرم خدمتتون بودم، داستان بعد از عاشورا و اصطلاح حرکت کاروان حسینی رو انشاءالله خدمتون میگم که بعد دوستان برای روزه شما رو به فیض برسونه. بحثی که خیلی کوتاه میخوام بگم خدمتون ها در حقیقت یه حالت تذکری است، بحث رسالت کاروان حسینی است. کاروان اسیران است بعد از عاشورا و بعد از داستان کربلا. همه ما میدونیم و خیلی هم در این زمینه شنیدیم که بالاخره این قیام امام حسین درس‌هایی داره و هدفی داره و اهداف بزرگی داره. این هدف خودش در مورد عاشورا و در مورد کربلا خیلی صحبت شده و خیلی واضح هست برای ما. انواع و اقسام هدف‌هایی که تعریف میشه و در مورد اونها بحث میشه و اینکه امام حسین برای چه این قیام رو اصلا انجام داد و برای چه با این کیفیت بود. نکته بعدی این هستش که این اهدافی که در کربلا بهش رسید، این اهدافی که عاشورا برای اون به وجود اومد، این نهضت حسینی برای اون به وجود اومد، چجوری میخواد از کربلا بیاد بیرون و چجوری از این وادی عاشورا، از این مقوله عاشورا بیرون اومد و به جایی رسید که الان من و شما این درس‌هایی که گفته شده رو میتونیم از اون بگیریم، این به چه سیری بوده. این همون چیزی است که کاروان حسینی، کاروان اسیران که با محوریت امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیها بوده، این همون چیزی است که این دو بزرگوار تونستن از بدو اتفاقاتی که در بدو خاتمه اتفاقاتی که در عاشورا و در کربلا افتاد، این رو تونستن انتشار بدن و به جایی برسونن که الان ما با این نحو و با این اقتضا شنیدیم و بلدیم و از اون درس ها میتونیم استفاده بکنیم.
برای اینکه بتونیم اینو بیشتر توضیح بدیم دو نکته لازمه. اولا اینکه ببینیم که دشمنانی که بودن و این قضیه رو به وجود آوردن که خود بنی امیه بود چه میخواستن و چه کردن، و از اون طرف امام حسین به عنوان عامل اصلی اسلام ناب و کاروان امام حسین، اون کسانی که امام حسین اسیرانی که بعد از قضیه عاشورا به دست بنی امیه افتادن، اونها چه کردن، چه خواستن و چه کردن. خب صحبت در مورد بنی امیه زیاد شده. بنی امیه، من فقط خیلی مختصر ازش رد میشم. میدونید که بنی امیه از اون اولی که اومد به سر کار و به عنوان بنی امیه شناخته شد، به دنبال دنیا و حکومت و همین تعلقات مادی بود. بعد از اینکه اینها یه زمانی سپری شد و دیدن که نمیتونن بر روی به اسلام و بر مسلمان ها غلبه پیدا کنن، مقداری صبر کردن تا ببینن از چه راهی میتونن وارد بشن و اهداف خودشون رو به کرسی بنشونن. بعد از این صبری که اینا کردن، اینا حکومت بهشون رسید و خودشون هم دیدن که از طریق همین حکومت میتونن به اون اهدافشون برسن. از طریق همین حکومت وارد شدن و از زور حکومت و از قدرت حکومت تونستن استفاده بکنن برای اینکه عوامل اصلی اسلام ناب که اهل بیت پیامبر بودن، اونها رو از بین ببرن و اونها رو در جامعه بخوان به زعم خودشون پایین بیارن. کارهای عجیبی کردن بنی امیه که این کارهاشون میشه به 5 دسته تقسیم کرد. اولیش انحراف فکری بود. مثلا اون چیزی که بنی امیه از علی ابن ابی طالب و آل علی در جامعه به مردم نشون داد، چیزی جدای از اون واقعیت بود که حالا عرض کردم، من نمیخوام وارد این قضايا بشم. اولا انحراف فکری به وجود آورده. دومی پیشوایی پیامبر، خلافت پیامبر رو اصلا لوس کردن، در یک سطح خیلی سخیفی پایین آوردن که خب نمونهش یزیده. یزید به عنوان یکی از خلفایی که در بنی امیه به قدرت رسید و جریان عاشورا رو راه انداخت، شما می‌بینید که اصلا خلافت پیغمبر در همون حدی که بگذریم از علی بن ابی طالب، خود یزید نسبت به کسانی که قبل در مسند خلافت بودن به ناحق، خیلی مقام خلافت اصلا سخیف شد و پستی گرایید. بعدی بحث تهدید و تطمیع افراد بود. اینها اومدن شیعیان و اون کسانی که خب دم از علی و آل علی میزدن، هم تهدید کردن هم اومدن اینها رو خریدن، که حالا در خلال بحثی که دو مورد رو من اشاره میکنم. بعدی بحث کشتن بود، کشتن افراد، زندانی کردنشون، تبعید کردنشون، که داره اوجش رسید به مسئله قیام کربلا و عاشورا که برجستگان از آل علی ابن ابی طالب، برجستگان و نوادگان امام حسن مشتبه و اهل بیت امام حسین رو خب میدونید که چه بلایی سرشون آوردن و به اون حدی رسوندن که اینا رو به عنوان خارجی معرفی کردن و مردم گفتن که اینها خوارج هستن و تا این حد اونها رو در مردم پایین آوردن، تا کار به جایی رسید که وقتی این اسرا وارد شام شدند، شهر رو عظیم بسته بودن که مردم فکر میکردن یه عده خارجی وارد شدن، شهر رو عظیم بستن و برای این به اصطلاح مراسمی راه انداخته بودن. در مورد خود بنی امیه قبلا هم پارسال یادمه که اینجا مفصل بحث شد. بنی امیه در قرآن به همین طریق معرفی شده. اون چیزی که ما در زیارت عاشورا میخونیم و بنی امیه رو بنی امیه تا قاطبه رو لعن میکنیم، کل بنی امیه، بنی امیه در قرآن هم لعن شدن و ملعون خداوند هستن. سوره اسراء آیه 60 وقتی که پیامبر یه خوابی میبینه که میبینه که بوزینگان و میمونهایی از منبرش دارن بالا میرن، آیه نازل میشه که وجعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنة للناس و شجرة ملعونة في القرآن، که خدا از بنی امیه به عنوان شجره ملعونه در قرآن یاد میکنه. خود اون بحث خلافت که گفتم یکی از کارهایی بود که بنی امیه انجام داد، اوجش مسئله یزیده که اتفاق به این بحث مربوطه. یزید الان نسبت به معاویه و یزید خیلی داره، حالا خیلی بیشتر نسبت به معاویه داره، یه سری اتفاقاتی میفته، یه سری مقالات خیلی زیادی منتشر میشه که دامان معاویه رو پاک کنن از این ننگی که بر مسئله خلافت در مورد معاویه اتفاق افتاد. و الان قضیه به یزید هم رسیده که اون که مثلا میگن چرا باید معاویه رو لعن کرد، یا اینکه خب در مورد یزید خیلی از این صحبت‌ها الان زیاد شده. یزید طبق صریح تاریخی که اهل سنت دارن و صریح مورخانی که نوشتن داستان اون زمان رو، یه آدمی بوده که اصلا در موردش، در مورد فساد یزید، در مورد بدکارگی یزید هیچ شکی نمیشه وارد کرد. من چند مورد رو فقط اومدم فقط نوشتم که بگم و کتابا رو معرفی کنم که حالا اگه کسی خواست بعداً
مراجعه کنه. اولا اینکه یزید نطفه‌ای بوده که معاویه کاشته. در تاریخ مدینه تو دمشق ابن عساکر داریم که بوی علهو بالخلافه بعد ابیه به عهد من، با یزید به عنوان خلافت پیامبر، به عنوان خلیفه پیامبر بیعت شد با عهدی که معاویه بر او داده بود. یعنی معاویه یزید رو تعیین کرد که به عنوان خلیفه پیامبر باشه بعد از خودش. چند مورد از این فسادی که یزید داره به صراحت در تاریخ اومده. اولا شرابخوری یزیده در بدایت و نهایه اومده و در تاریخ مدینه تو دمشق این جمله‌ای که عرض می‌کنم: کان یزید ابن معاویه فی حداثته صاحب شرب. یزید در کوچکی هم شرابخوار بوده. تاریخ طبری نقل میکنه که زیاد حارسی میگه که رفتم پیش یزید باهاش یه کاری داشتم، وقتی که اومدم میگه که سقانی یزید شرابن ما وقت مثله. یزید یه شرابی به من داد که من تا قبل از اون همچین شرابی رو نچشیده بودم. که بعدم توضیح میده، میگه از یزید پرسیدم، میگه من اینجا ننوشتم، میگه پرسیدم که این شراب رو چجوری ساختی؟ یزیدم توضیح میده، میگه با شکر کجا و انگبین کجا و اینا، همه رو خودش توضیح میده. یا این مطلبی که عرض میکنم در طبقات کبرای ابن سعد، تاریخ مدینه تو دمشق و الکامل ابن اسیر هست. عبدالله پسر حنظله غسیل الملائکه میگه رفتم با میره با یزید سر یه جریانی صحبت میکنه، بعد که بیرون میاد چند نفری که قومش اونجا بودن منتظر بودن که اون جریانی که با یزید صحبت کرده خبرشو بهش بده. میگه یا قوم فوالله ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرما بالحجاره من السما. میگه ای مردم، من وقتی که خارج شدم ترسیدم اینکه این کفاره این که یزید من یزید رو دیدم یه سنگی از آسمان بر ما نازل بشه. بعد میپرسن چرا؟ میگه انه رجل ینکه امهات الاولاد والبنات والاخوات و یشرب الخمر و یدع الصلاه. میگه که یزید یه آدمیه که با محارمش ازدواج کرده، شراب می نوشه و نماز رو هم بوسیده و گذاشته کنار. این شخصیت یزید در تاریخ خود مورخان اهل سنت نقل می کنه. بنابراین یعنی اصلا یزید رو نمیشه دامنش رو پاک کرد از این فسادهایی که برش مترتبه. و سه کار خیلی مهم انجام داد. میدونید در سال اول خلافتش یزید جریان عاشورا رو به راه انداخت. در سال دومش حد که حرمت حرم پیامبر رو کرد، اون واقعه حره رو به راه انداخت، کشتار مردم مدینه رو انجام داد. در سال سوم خلافتش کعبه رو به آتش کشید و در حرم امن الهی خونریزی کرد. این کارنامه یزیده. یعنی یزید کلن بنی امیه، یعنی این یزید رو اوورد که خلافت رو تا این حد سخیف بکنه. خب از وقتی که شهر شام به عنوان قلمرو مسلمین در اومد و فتح شد تا وقتی که اسرا برای اولین بار اسرای اهل بیت امام حسین وارد شام شدن 46 سال به طول انجامید. تو این 46 سال بنی امیه از طریق همین کارا دائم در تلاش بود که این محورهایی که عرض کردم رو به سرانجام برسونه. یه سوال خیلی مهمی که پیش میاد و دقیقاً نقطه شروع بحث و نقطه محوری بحث هم اینجاست: چرا پس از این 46 سالی که در شام بود این اتفاق افتاد و اونا هر کاری کردن که این جریان رو به وجود بیارن و اهل بیت پیامبر رو تا این مرتبه نازل بکنن، ولی وقتی که خواستن اهل بیت رو از شام به مدینه ببرن مجبور شدن که از اهل بیت عذرخواهی بکنن و اونها رو با عزت و احترام به مدینه بردن؟ یعنی خیلی نکته مهمی است در تاریخ که اهل بیت موفق شد، کاروان اسیران موفق شد که این کار رو بکنه، که بنی امیه از اونها عذرخواهی بکنه و اینها رو با عزت و احترام وارد مدینه بکنه. این همون رسالتی است که من به دنبالشم و اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که کاروان اسرا به محوریت امام سجاد و حضرت زینب تونست این کار رو انجام بده و تا الان هم این کار انجام شده و پیامش به ما رسیده. خب یه روایتی هم در این مورد از حضرت علی هست که میگه للحق دولتون و للباطل جوله، که از برای دولت باقی ماندن، غلبه پیدا کردن برای حقه و باطل یه جولانی بیشتر نمیده. دولت الحق الی الساعه، دولت حق تا قیامت برپا خواهد بود و میمونه. و دولت الباطل الساعه، ولی دولت باطل اون چیزی که باطل میخواد برای جولان بده فقط یک لحظه است و برپا نمیمونه. خب حالا وارد قرآن بشیم.
به این نحوارد قرآن بشیم که ببینیم این رسالت چجوری در قرآن منعکس شده و این بحثی هم که میخوام بکنم ورود به قرآن از آیاتی است که خود این اصطلاح بزرگواران حضرت زینب، حضرت سجاد، حضرت فاطمه صغرا اینها در مسیری که میرفتن خطبه هایی که خوندن اینها رو به اصطلاح این آیات رو بهش اشاره کردن. اولی آیات 9 و 10 سوره روم هست. میفرماید که اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم. میگه آیا سیر نمی کنید در زمین که ببینید اون عاقبتی که در کسانی که در قبل شما بودن به چه عاقبتی دوچار شدن. حالا این سیر یا سیر عرضه که مثلا 2 سال، 5 سال، 10 سال آدم بره بچرخه ببینه یا بررسی عبرت هاست از تاریخ دیگه. کان و اشد من هم قوتن و اثار الارض و عمروها اکثر ما عمروها اکثر من ما عمروها. میفرماید که اونهایی که قبل بودن حتی قدرتشون هم از شما بیشتر بود و عمران و آبادانی که بر روی زمین کرده بودن هم از اون چیزی که شما دارید میکنی بیشتر. و جاءت هم رسول هم بالبینات و پیامبر هم برای اونها با نشانه های آشکار اومد. فما کان الله لیظلمهم، اینطوری نبود که خدا بر اونها ظلم بکنه، ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، خودشون به دست خودشون بر خودشون ظلم کردن و اون عاقبت رو براشون برای خودشون رقم زدن. حالا این ظلمی که به خودشون کردن چیه؟ آیه بعد آیه 10 همون آیه ایست که حضرت زینب برای اولین باری که وارد مجلس یزید میشن این آیه رو میخونه که یزید رو تصور کنید با یه حالت غرور و با یه حالت منیتی نشسته با تازیانه داره به لب و دندان سر بریده امام حسین میزنه و داره فخر میفروشه. حضرت زینب وارد میشه این خطبه رو میفرمان با این آیه شروع میکنه. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بهم يستهزئون. عاقبت کسانی که این بدی‌ها این گناهان رو انجام دادن اینی که به یه عاقبتی بدی می‌افتن که این هستش که کذبوا بآيات الله، آیات خدا رو دروغ می‌پندارن، تکذیب می‌کنن و اونها رو مسخره می‌کنن، آیات خدا رو مسخره می‌کنن. این آیه‌ای بود که خود حضرت زینب فرمود. حالا به این میرسن که کذب و آیات الله دوباره در یه خطبه دیگه یه آیه دیگه که همین کذبی همین تکذیب رو توضیح بده باز به این پرداخته شده. یکی از رسالت‌های حضرت زینب و همین کاروان و اسرا دقیقاً همین بود که مسلمان‌هایی که بعد مسلمان‌هایی که من و شما باشیم الان بعد از 1400 سال تو همین بتونیم مطالعه بکنیم که این چه اتفاقی بود که برای امیه که 46 سال تلاش کرد که این اتفاق نیفته ظرف مدتی که حالا به شهادت تاریخ دیگه یا تا 40 اول یا تا 40 بعدی حالا بپذیریم اون 40 اول وقتی که در این فاصله 40 روزه که این کاروان رسید و این خطبه رو خوند بنی امیه مجبور شد که اعتراف کنه و از عذرخواهی بکنه. آیه بعدی سوره آل عمران آیه 137 فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. دوباره سیر بکنید، عبرت ها رو ببینید در زمین، ببینید که عاقبت اونهایی که دروغ میگن عاقبت اونها چه شد. آیات 10 و 11 سوره انعام و لقد استهزأ برسل من قبلک، میفرماید که به اون پیامبرانی که قبل از تو هم اومدن اونها رو هم مسخره کردن، اونها رو هم به سخره گرفتن. فهاق بالذین سخروا منهم ما کانوا یستهزئون. خیلی این قسمت آیه جالبه که حضرت سجاد هم در خطبش همین تیکه رو خونده نشونن. میفرماید که اینها پیامبران رو به سخره گرفتن ولی همون استهزایی که اونها نسبت به پیامبران میکردن همون استهزا رو به سر خودشون آوردن. یعنی چیزی که برای پیامبران واقعیت نداشت اونها با اون غیر واقعیت پیامبران رو مسخره کردن ولی ما همون مسخرگی رو اونها رو به اون مسخرگی دوچار کردیم. فهاق بالذین سخروا منهم. بعد میفرماید قل سیروا فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبت المکذبین. دوباره در زمین بچرخید ببینید که اون عاقبت کسانی که دروغ میگن و تکذیب آیات خدا رو میکنن چیست. سوره نحل آیه 36 و لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، که خب مشخصه فمنهم من هدى الله و منهم من حقت علیه الضلاله. از این تعدادی که خب پیامبر برای اونها نازل شده مبعوث شده بود یه عده‌ای رو خدا هدایت کرد و یه عده‌ای رو به سوی گمراهی برد، یعنی سزاوار گمراهی بودن. حقت علیه الضلاله فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت المکذبین. دوباره بگردید در زمین و از این درس‌ها عبرت بگیرید. خود همین نکته دقیقاً یکی از رسالت‌های مهم جریان بعد از عاشورا و همین اسیران حسینی است که اینها این باب رو باز کردن که کسانی که الان این بلا رو سر
امام حسین آورده. این چیزی نیست که در تاریخ برای بار اول باشه، همینطوری بوده و در دنیا شما سزاشو می‌بینید، غیر از اون که در آخرت هم به همین به عذاب علیم دچار خواهید شد. میگن وقتی که مختار خروج کرد، اومد قتله کربلا رو گرفت و به اصطلاح اونها رو میکشت، مصعب بعد از مختار اومد و اون قیام رو انداخت. مصعب مختار رو به اصطلاح گرفت و سر مختار رو زد و به اصطلاح مختار رو شهید کرد. بعد از مصعب عبدالملک مروان قیام کرد و عبدالملک مروان مصعب رو گرفت. اون موقعی که گرفت اوورده بود که میخواست مصعب رو سرش رو بزنه و حالا به تعبیر من اعدامش میکنه، میگن یه پیرمردی بوده به نام ابو عریان، نابینا هم بوده، اونجا نشسته میپرسه چه اتفاقی افتاد، میگه که براش قضیه رو نقل میکنن، یه لبخندی میزنه، میپرسن ازش چرا این کارو کردی، میپرسن چرا خندیدی، رو میکنه به عبدالملک میگه که اگر امانم میدی بگم بهت، میگه که باشه تو در امانی. بعد یه شعری هم اتفاقا هست، میگه نادر مردی ز عرب هوشمند، گفت به عبدالملک از روی پند، روی همین مسند و این تکیگاه، زیر همین قبه و این بارگاه، بودم و دیدم که بر ابن زیاد، آه چه دیدم که دو چشمم مباد، تازه سری چون ز سپهر آسمان، طلعت خورشید ز رویش نهان، بعد ز چندی سر آن خیر سر، بود بر مختار به روی سپر، بعد که مصعب سر و سردار شد، دست خوش او سر مختار شد، این سر مصعب به تقاضای کار، تا چه کنند با تو دیگر روزگار. و عبدالملک میگه خودت هم خلاصه به همچین چیزی دچار میشه. خلاصه این سیر تاریخی و این عاقبت دیدن خودش یکی از درس‌های مهمه بعد از عاشوراست. همین هم هست وقتی که الان شما وارد شام میشید، نهضت حسینی بیشتر همین الان خودش رو نشون میده، یا اون نهضت بنی امیه و نهضت یزیدی. یک دختر 3 ساله امام حسین در شام یا قبه و بارگاهی داره که این همه ظاهر داره، چند قدم اونورتر خرابه کاخ یزید هست که جزی خرابه بیشتر ازش نمونده. و اتفاقا همین چند وقت پیش ایمیلی اومده بود، یه عکسی رو از به اصطلاح قبر یزید انداخته بود، من می‌خواستم سرچ کنم ببینم آیا این چقدر واقعیت داره، چون خیلی از اینا خیلی واقعیت نداره. شاید بیشتر از نیم ساعت وقت من رو برد که من تونستم تو اینترنت فقط این عکس قبر یزید رو پیدا کنم. خودش نشون میده که چقدر شما وقتی مثلا شام رو یا اون منطقه رو سرچ میکنید، بیشترین چیزی که میاد اصلا خود جریان حضرت رقیه و جریان امام حسینه. آخرین آیه‌ای که در این خطبات بوده و خطبه ها بوده، داستان حضرت لوط هست که بهش اشاره شده، سوره اعراف آیات 82 تا 84. و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین. که خب داستان حضرت نوح و امطرنا علیهم مطرا، که اون بارانی که بر اونها نازل شد، فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، که حضرت اون خطبهشو میگه، میگه نگاه کن ببین عاقبت اون کسانی که جرم کردن چه بوده. از مجموع این آیات اون چیزی که ما اشاره میکنیم اینه که عاقبت اونهایی است که تکذیب کردن، عاقبتی که اونهایی که ظلم کردن، عاقبت اونهایی که جنایت کردن. این یکی از درس‌های مهمی بوده که کاروان حسینی میخواسته انتقال بده و با موفقیت هم انتقال داده. خب حالا این انتقالش به چه صورت بوده، این روشنگری که کرده به چه صورت بوده، من یه 2-3 مورد رو اشاره میکنم و بحثمو تمام میکنم. ببینید شما در زیارت اربعین وقتی که میخونید میفرماید که اللهم اینی اشهد انه ولیک و ابن ولیک، خطاب به امام حسین میگید که شهادت میدهم که او به اصطلاح ولی تو و پسر ولی توست، و بدل محجته فیک، که خون دلش خون پاکش رو بذل کرد در راه تو، لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الدلاله. بحث من راجع به همین قسمتش هست که روشن میکنه عباد تو رو، که بندگان رو از اون جهالتی که دارن در بیاره، نجات ببخشه از جهالت و حیرت گمراهی، من الجهاله و حیرت الدلاله. دقیقاً اون درسی هستش که کاروان حسینی، کاروان اسرا میخواسته اینو انتقال بده و در اینم بسیار موفق بوده که تا امروز من الجهاله و حیرت الزلاله ما رو در آوردن. و این به چه صورت بوده؟ چند تا روشنگری. اولا که اهل بیت اولین مرحله وارد شهر کوفه شدن. خب میدونید کوفه کدوم کوفه بوده؟
کوفه‌ای که حضرت علی 4 سال حد اونجا حکومت کردن، امام حسن اونجا زندگی کرده، امام حسین علیه السلام اونجا زندگی کرده، حضرت زینب اونجا جلسه تفسیر قرآن داشتن در کوفه. کاروان اسیران با این مختصات جغرافیایی کوفه وارد کوفه شدن. الان چه اتفاقی میفته؟ مسخره میکنن، به اصطلاح پایکوبی کردن، اهل بیت رو به عنوان اسیر میشناسن، برای اینکه اونا رو تحقیر بکنن به اونها نان و خرما میدن، خاکروبه بر سر این سرهایی که روی نیزه هست برای اونها پرت میکنن، تو همین کوفه‌ای که قبلا مقر حکومتی حضرت علی بود. حضرت زینب وقتی که این منظره رو میبینن تو همون بازار، اون خطبه تاریخی خودشون که حالا بعد از این بحثم عرض میکنم خدمتتون، اون رو شروع میکنن خوندن که اولین روایتی که هست فقد اومع الى الناس ان اسکتوا، که راوی میگه که حضرت زینب یه اشاره کردن به مردم که ساکت بشن، فسکتوا جمیعا. یه رفعه دیدیم که هیچ صدایی از جمعیت نیومد، که حضرت زینب خواستن خطبه خودشون رو شروع بکنن. بعد که شروع میکنن یه مثلی میگن که ای مردم کوفه، میدونید شما به چه کسی میمانید؟ مسئله شما مسئله اون زنیست که از صبح تا شب اینسا یک مسئله زربون مسئله معروفیه در عرب، که حالا اسمشو من یادم رفته بنویسم. یه زنی بوده در عرب، مردم کوفه رو از زینب به اون تشبیه میکنن که از صبح تا ظهر پشم و پنبه رو میگرفته، اینها رو میریسیده تبدیل به نخ میکرده، از صبح تا شب اون نخ رو دوباره باز میکرده تبدیل به پشم و پنبه میکرده. میگه مسئله شما مردم کوفه مثل همین زنیست که این کار رو انجام میده. حالا من ادامه خطبه رو اینجا نمیخونم تا با اون قسمه دوباره بحثم برسن. این حضرت زینب در همین اجتماع کوفه که الان با این وضع بودن این خطبه رو میخونن و اولین روشنگری رو اینجا میکنن. روشنگری دوم خطبه حضرت فاطمه صغرا بوده، دوباره خطاب به مردم کوفه و خیلی هم جالبه. اولا اینطوری شروع میکنن که الا یا اهل الکوفه یا اهل المکر و الهیله، ای مردم مکر و ای مردم هیله باز. یه جمله بسیار قشنگی ایشون میفرمایند که فإنا اهل البيت، فرمایند که ما که اهل بیت هستیم، ابتلانا الله بكم و ابتلاكم بنا. میگه خدا به وسیله شما ما رو امتحان میکنه و به وسیله ما شما رو امتحان میکنه. حالا امتحان ما نسبت به شما چیست و امتحان شما نسبت به ما چیست؟ جعل بلاءنا حسنا، امتحان ما که شما وسیله امتحان ما هستید، این رو برای ما نیکو قرار داد، امتحان ما رو خدا نیکو قرار داد. و جعل علمه عندنا، علمش رو نزد ما گذاشته، فهمه لدینا و نحن عیبت علم، ما ظرف علم خداوند هستیم و معدن و حکمته، و حجته فی ارضه علی عباده و اکرمنا الله به کرامته، خدا به کرامت خودش ما رو تکریم کرد، ما رو بزرگوار کرد. این امتحان ماست که در قبال شما این امتحان رو خوب پس دادیم و این امتحان رو برای ما نیکو خدا قرار داد، ولی شما چه کردید؟ اما فکذبتمونا و خذلتمونا، شما ما رو تکذیب کردید و ما رو خواستید که پس بکنید و خار بکنید. و رأیتم قتالنا حلالا، جنگ با ما رو حلال دیدیم، و سیوفکم تقطر من دماءنا اهل البيت لحقد متقدم، شمشیرهای شما از خون ما اهل بیت داره میریزه، خون ما اهل بیت داره از شمشیرهای شما چکه میکنه و میریزه. به خاطر چی؟ به خاطر کینه‌ای که از قبل شما نسبت به ما در دل داشتید. و بعد میفرماید که منتظر باشید که لعن عذاب الهی به سرعت بر شما نزدیک میشه و چیزی هم نمانده. این جالبه که حضرت فاطمه صغرا میفرماید که شما وسیله امتحان ما بودید و ما هم وسیله امتحان شما. بعد از این روشنگری دیگه خطبه امام سجاد بوده در بازار کوفه، که ایشون میان، این خطبه هم خیلی معروفه، که میان شروع میکنن میگن که من عرفنی فقط عرفنی، هر کس مرا شناخت که میشناسه، هر کسی هم که نشناسه فانا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب، خودشون رو معرفی میکنن. بعد میفرماید که من پسر همون کسی هستم که بغلش اتفراد بدون گناه و بدون اینکه خون کسی برگردنش باشه کشته شد و شما مردم او رو کشتید. بعد یک جمله‌ای دارن که باز خیلی جمله قشنگیه، انا ابن من قتل صبرا، من فرزند کسی هستم که به قتل صبر مرد. قتل صبر قتلیه که شکنجه درش باشه، قتلیه که سختی درش باشه، یه موقع هستش که با شمشیر همون موقعی که میبینه، ولی یه موقعی هستش که یه سری درد و عذابی میکشه. میفرمایند که با قتل صبر مرد و کفا به ذالک فخرا، و همین برای ما فخره، همین فخر که اون با قتل صبر مرد و من فرزند اون هستم، او برای من بسته. بعد میفرماید که شما چه هستید؟ توضیح میده برای مردم کوفه که شما کسی بودید که بیعت کردید، بیعتتون رو زیر پا گذاشتید، ما رو امام حسین رو دعوت کردید، بعد از اینکه دعوت کردید دستتون به خون اون بزرگوار آلوده کردین و تا
توضیح میده. بعد میفرماید که شما این بدی که کردید این برای خودتون خواهد موند و پیغمبر در اون دنیا از شما در این مورد جواب میگیره. روشنگری مهم بعدی، روشنگری قسمت فرمایشات حضرت زینب بوده در مجلس عبیدالله ابن زیاد. عبیدالله که میدونید کی بوده، این هم دوباره یکی از کارهای بنی امیه است. عبیدالله پسر زیاد بوده. زیاد معروفه که میگن که وقتی که لقبشو میگن میگن زیاد ابن ابی، میگن زیاد پسر پدرش، یعنی پدرش مشخص نبوده، مادرش مرجانه بوده. معاویه وقتی که به قدرت میرسه، حالا با روابطی که با زیاد داشته و در تاریخ هست، میبینه که این مهره خوبیه براش. این یک داستانی رو درست میکنه که میگه ابو سفیان که پدرش باشه، میگه در یه برهه‌ای با مرجانه به اصطلاح ازدواج کرده بود و پسر این الان زیاد پسر ابو سفیانه، که بعد از اینکه معاویه سر کار میرسه بهش میگن زیاد ابن ابی سفیان. این زیاد ابن زیاد پسر همین زیادی که میگن که زیاد ابن ابی بوده، یه همچین کسی این واقعه عاشورا رو، خب یکی از فرماندهانی بوده که این واقعه عاشورا رو انجام داده دیگه. حضرت زینب در نزد این ابن زیاد در مجلسش که میرسه به صورت یه فرد ناشناس میره تو. وقتی که وارد میشه یه کسی حضرت زینب رو میشناسه. اونجا میفرماید که حضرت زینب ایشون. ابن زیاد بلند میشه و رو میکنه به حضرت زینب. حالا با یه داستانی که داره، من امشب شاید یه تیکشو بخونم، میگه الحمدلله الذی فدحکم، خدا رو شکر میکنم که شما رو به افتضاح کشید، رو به حضرت زینب میکنه، و اکذب احدوثتکم، و دروغ شما رو آشکار کرد. این که شما دروغ میگفتید، میگفتید ما خاندان عزت هستیم، این دروغ شما رو آشکار کرد. یعنی نقشش این بوده که میخواسته اون خانواده رو، خاندان اهل بیت رو به عنوان یه قوم باطل جلوه بده. حالا تصور بکنید حضرت زینب با اون نحو اسیری بلند میشن و در جواب ابن زیاد میگه انما یکذب الفاجر و یفتدح الفاسق و هو غیرنا. میگه که خدا کسی است که فاجر رو تکذیب میکنه، فاسق رو به افتضاح میکشه، و این فاجر و فاسق، کسی که به افتضاح کشیده میشه و کسی که تکذیب میشه، کسانی هستن غیر از ما، ما اونها نیستیم. ابن زیاد بعد میگه کیف رأیت صنع الله به اخیک و اهل بیت، میگه این کاری که خدا با اهل بیت و با برادر تو کرد اینو چجوری میبینی؟ که اینجا از زینب بلند میشن و اون جمله تاریخیشون رو میگن و بعد این داستان ادامه پیدا میکنه که میفرماید ما رأیت الا جمیلا، میگه هیچ چیزی ندیدم مگر زیبایی. بعد توضیح میدن، میگن که اونها اون کسانی که کشته شدن کسانی بودن که از قبل قتل و شهادت برای اونها مکتوب شده بود، کتب علیهم القتل، و میفرماید که به زودی تو در معرکه‌ای قرار میگیری که باید در برابر اونها محاجه کنی و باید مخاصمه کنی و باید جواب پس بدی. فانظر لمن الفلج یومئذ، در اون روز که روز قیامت باشه معلوم میشه که اون چه کسی به فلج می‌نشینه، چه کسی شکست می‌خوره. میفرماید سکلت که امک ابن مرجانه، نمیگه بهش ابن زیاد، نمیگه ابن ابی سفیان، میگه ابن مرجانه. هم یه حالت تحقیری نسبت به ابن زیاد میکنه، میگه مادرت به عزاد بنشینه. و ادامه داستان، این مهمترین به اصطلاح اقداماتی بود که در این کاروان حسینی، کاروان اسیران انجام داد از روز عاشورا و بعد تا اربعین، و این موفق شد بنای 46 ساله حکومت بنی امیه رو به یه جایی برسونه که بنی امیه مجبور بشه، باز من تاکید میکنم، از کاروان امام حسین عذرخواهی بکنه و اونها رو با عزت و احترام وارد مدینه بکنه. این یه طریقی بود، این بود که خطبه میخوندن امام سجاد، حضرت زینب، حضرت فاطمه صغرا خطبه میخوندن و با خطبه روشنگری میکردن. داستانهای دیگه هم داره که رقت قلب تو مردم ایجاد میکردن و اونها رو از طریق دیگری، از طریق احساسات میخواستن نسبت به خودشون آشنا بکنن. از خیلی داستانهای زیادی داریم به این که کاروان حرکت کرد، مثل اون کاروان پیرمرد شامی که میاد حضرت سجاد براشون به اصطلاح چند آیه میخونن و میگن ما اون اهل بیت هستیم، در قرآن بهش اشاره شده، و بعد آخرش میگن یه تیکه‌ای از این عبای و این عمامه‌ای که داری رو بکن، من میخوام به اصطلاح زیر این زنجیر قرار بدم که روی گردنم هست. و وقتی که بلند میکنه میبینه زنجیر در درون گردن حضرت فرو رفته و اونجا شروع میکنه گریه کردن. مردم متوجه میشن و اونجا خود اون پیرمرد شروع میکنه میگه که این به اصطلاح فرزند پیغمبره، فرزند پسر پیغمبره که با این وضع الان اسیر شده، و شروع میکنه خود اون به اصطلاح پیرمرد روشنگری کردن و
مردم رو روشن کردن، یعنی از هم از طریق خطبه این اهل بیت این کار رو انجام دادن، این رسالت رو انجام دادن، هم از طریق روشنگری احساساتی و رقت قلبی که در مردم ایجاد کردن. جنبندی که بخوام بکنم از این بحثم و وارد اون داستان بشم این هستش که حضرت زینب کاروان اسیران و کاروان اهل بیتی که بعد از عاشورا حرکت کرد در حقیقت پیامبر عاشورا بود، پیام‌آور اتفاقی بودن که در کربلا افتاد و اتفاق کمی نبود. تمام اون درس‌هایی که ما از کربلا می‌گیریم از طریق همین کاروان بروز پیدا کرده و تا الان به گوش من و شما رسیده و همین نشان دهنده مدیریت و به اصطلاح حسن مدیریت حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد هست که چطور تونستن این روشنگری رو در این مسیر انجام بدن و کار رو به جایی برسونن که الان من و شما میتونیم سرمون رو بلند بکنیم و از این درس‌هایی که از عاشورا و قیام امام حسین گرفتیم از اونها استفاده بکنیم و مشخصه که کی الان به ذلت رسیده و کی به عزت. یه صلواتی بفرستید تا این وارد بحث بدن. آیا این همان کوفه ایست که تو در آن تفسیر قرآن میگفتی؟ آیا این همان کوفه ایست که کوچه هایش خاک پای تو را مریدانه به چشم میکشید؟ آیا این همان کوفه ایست که زنانش زینب را برترین بانوی عالم میشمردند و مردانش بر صلاوت عقیله بنی هاشم که نه عقیله قریش سجود میبردند؟ نه، باور نمیتوان کرد. در این چند سباه چه اتفاقی در عالم افتاده، چه بلایی، چه حادثه‌ای، چه زلزله‌ای کوفه و مردمش را این چنین دگرگون کرده؟ چرا همه چشم‌ها خیره به این کاروان غریب است؟ از خیر جمعیتی که به نظاره ایستاده‌اند زنی پاپیش می‌گذارد و می‌پرسد شما اسیران از کدام فرقه‌اید؟ پس این جشن و پایکوبی و هیاهو برای ورود این کاروان کوچک اسراست. عجب، و ما این مردم نمی‌دانند که در فتح کدام جبهه، در پیروزی کدام جنگ و برای اسارت کدام دشمن پایکوبی می‌کنند. نگاهی به اوضاع دگرگون شهر می‌اندازی و پاسخ می‌دهی ما اسیران از خاندان محمد مصطفی. زن گامی پیشتر می‌آید و با وحشت و حیرت می‌پرسد و شما بانو؟ و می‌شنود من زینبم، دختر پیامبر و علی. و زن سیحه می‌کشد خاک بر چشم من و با شتاب به خانه می دود و هرچه چادر و معجر و مقنعه و سرپوش دارد پیش می آورد و در میان گریه می گوید بانوی من، اینها را میان بانوان و دختران کاروان قسمت کنید. تو لحظه ای به او و آنچه آورده است نگاه می کنی. زن التماس می کند این هدیه است، تو را به خدا بپذیری. لباس ها را از دست زن می گیری و او را دعا می کنی. زجر ابن قیس که زن را به هنگام این مراوده دیده او را دشنام میدهد و دنبال میکنه. زن میگریزد و خود را میان زنان دیگر پنهان میکنه. تو زخم خورده و حال روز کاروان رقت همگان را برمیانگیزد، آنچنان که زنی پیش میآید و به بچه های کوچکتر کاروان به تصدق نان و خرما میبخشد. تو زخم خورده و خشمگین خود را به بچه ها میرسانی، نان و خرما را از دستشان میستانی و فریاد میزنی صدقه حرام است بر ما، حرام است. پیرمردی زمینگیر با دیدن این صحنه اشک در چشمهایش حلقه میزند و میگوید عالم و آدم از صدقه سر این خاندان روزی میخورند. ببین به کجا رسیده کار عالم که مردم به اینها صدقه میدهند. همین معرفی های کوتاه ولوله در میان خلق میاندازند. یعنی اینان خاندان پیامبرند، از روم و زنگ نیستند، خارجی نیستند. این زن همان بانوی بزرگ کوفه است، دختر علی است. سجاد متعجب و حیرت زده میپرسد برای ما گریه و شیون میکنی؟ پس چه کسی ما را کشته اینا مرد مردمان؟ رو میکنی و به مردان و زنان میگویی خاموش، ای اهل کوفه، مردانتان ما را کشتند، زنانتان بر ما گریه میکنند، خدا میان ما و شما قضاوت کند در روز جزا. این کلام تو آتش پدید آمده را نخاموش که شعله برتر میکند. گریه ها شدت میگیرد و زجه ها به صیحه بدل میشود. دست فرا می آوری و فریاد می زنی ساکت، نفس ها در سینه حبس می شود، سکوتی سرشار فرا می گیرد همه را، نه فقط زنان و مردان، که حتی زنگ شتران از نوا فرو می افتد. و تو آغاز می کنی اولین خطبه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای اهل کوفه، ای اهل خدعه و خیانت و خفت، گریه می کنید؟ اشکهایتان نخوش کرد، ناله هایتان پایان نپذیرد. مثل شما مثل آن زنی است که پیوسته رشته های خود را به هم می بست و سپس از هم می گسست. پیمان ها و سوگند هایتان را ظرف خدعه ها و خیانت هایتان کرده اید. چه دارید جز لاف زدن، جز فخر فروختن، جز کینه ورزیدن، جز دروغ گفتن، جز چاپلوسی کنیزکان، جز سخنچینی دشمنان؟ به سبزه ای میمانید که بر مزبله و سرگینگاه رویده و نقره ای که مقبره های تعفن را آذین کرده. وای بر شما که برای قیامت خود چه بد توشه ای پیش فرستاده اید و چه بد تدارکی دیده اید. گریه میکنید؟ به خدا که شایسته ای گریه اید، گریه تان افزون باد. دامان جانتان را به ننگ آلوده کردید که هرگز به هیچ آبی شسته نمی شود. چگونه پاک شود آر کشتن فرزند آخرین پیامبر و معدن رسالت، کشتن سید جوانان اهل بهشت، کسی که تکیهگاه جنگتان، پناهگاه جمعتان، روشنی بخش راهتان، مرهم زخمهایتان، آرامش دلهاتان و مرجع اختلاف شما بود. چه بد توشه ای راهی قیامتتان کرده ای و چه بار گناه بزرگی را باید بکشید. کلامت کلام نیست زینب، کلام دختر علی است، تیغی است که پرده های تزویر را می شکند. صدای شیون و گریه لحظه لحظه بلندتر می شود. عده‌ای سر بر دیوار می گذارند و زجه می زنند. پیرمردی که اشک پهنای صورتش را گرفته دست به سوی آسمان بلند می کند. پدر و مادرم فدای این خاندان که پیرانشان بهترین پیران، بانوانشان بهترین زنان، جوانانشان بهترین جوانانند. نسلشان نسل کریم است و فضلشان فضل عظیم. یکی در میان گریه به دیگری میگوید به خدا قسم که این زن به زبان علی سخن میگوید. میشنود کدام زن؟ والله که این خود علی است. این صلابت، این بلاغت، این لحن، این خطاب، این عتاب، ملک تلق علی است. قیامتی به پا کرده ای زینه. اینجا کوفه نیست، صحرای محشر است. یوم تبل السرائر است و کلام تو فاروق است. اهل جهنم و بهش را متمایز کرده ای. عشق و آه کوه را بر می داند. همچنان محکم و با صلابت ادامه می دهی. مرگتان باد، ننگ و نفرین و نفرت بر شما. سرمایه هستی خود را به تاراج دادی. بریده باد پست هایتان که غضب خدا را بر جان خریدی. می دانی چه جگری از محمد مصطفی شکافتی، چه پیمانی از او شکستی، چه پرده ای از او دریدی، چه خونی از او ریختی. آنچنان که نزدیک بود آسمان بشکافد، زمین متلاشی شود و کوها از هم بپاشد. شگفت نیست که اگر آسمان در این مصیبت خون گریه کند، پس این مهلت خدا شما را خیره و غره نکند، چرا که خدای عزوجل از شتاب در عقاب منزه است و از تأخیر در انتقام نمی هراسد. این ربک لبالمرصاد، به یقین خدا در کمینگاه شماست. آماده باشید به کوفیان. کوفه یک بار زجه و سیحه می شود. زلزله ناگاه همه هستی را برباد می دهد. توش نه شیون و زجه های مردم از زن و مرد و پیر و جوان، نه چشم های به خون نشسته دژقیمان، هیچ کدام نمی تواند تو را از اوج خشم و خطاب و عتاب پایین بیاورد. اما یک چیز هست و آن نگاه پنهانی سجاده است. تو ساکت می شدی و سکوت می کنی. تنها راه کوچاندن هرچه زودتر کاروان است به سمت دارالاماره. سربازان مردم را از کاروان جدا می کنند، با هرچه در دست دارند ان نیزه کاروان را به سمت دارالاماره پیش می رانند. ازدحام جمعیت عبور کاروان را مشکل می کند. مأمورها شما را به سمت دارالاماره می برند و تو ناگاه چشمت به چهره چون ماه برادر می افتد که بر فراز نیزه طلوع که نه غروب کرده است. خون سر پیشانی و محاصل سپیدش را پوشانده، موهای سرخ‌فامش در تبانی میان تکانهای نیزه و نسیم به دست باد افتاده است. تو سرت سرامت باشد و سر معشوقت حسین شکافته و خون‌آغشته، این در قاموس عشق نمی گنجد. با این با دعوی دوست داشتن منافات دارد. آری اما آرامتر زینب، تو را به خدا آرامتر. انسان که تو بیخیش سر بر کجاوه میکوبی، ستونهای عرش به لرزه میافتد. تو را به خدا آرامتر بزن، رسالت کاروانی به سنگینی پیام حسین بر دوش توست.
نگاه کن، خون را نگاه کن که چگونه از لابلای موهایت میگذرد، چگونه از زیر مقنعت عبور میکند و چگونه از ستون کجاوه فرو میچکد. مرثیه ای میخوانی یا هلالا لما استمت کمالا قاله خصفه فابدا غروبا ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. ای هلال زینب، ای ماه نو که درست به هنگامه بدر و کمال چهره اش را خسوف گرفت و دچار غروب شد، هرگز گمان نمی بردم ای پاره دلم که این باشد سرنوشت مقدر مکتوب من. سجاد مرکبش را به تو نزدیک می کند و آرام در گوشت زمزمه می کند بس از عم جان، شما به حمدالله عالمه غیر متعلمه اید، استاد کلاس ندیده اید، خدا شما را به علم لدنی پرورده است، آرام باشید عم جان. اما نه، این صحنه را دیگر نمیتوانی تحمل کنی. زنی از بام خانه مجلل خود سر برآورده و به سر بر نیزه حسین اهانت میکند، زباله میپاشد و ناسزا میگوید. تو زن را میشناسی، ام حجام از بازماندگان خبیث خوارج است، دلت میشکند، به سختی از این اهانت میشکند، از اعماق جگر فریاد میکشی خدایا خانه را بر سر این زن خراب کن. هنوز کلام تو پایان نرسیده، انگار زلزله ای فقط در همان خانه واقع می شود، ارکان ساختمان فرو می رزد، زن را به درون خیش می بلزد، خاک و غبار به هوا بلند شده و وحشت بر همه جا سایه افکنده. بی جهت نیست که در خطابی خود از موضع خدا با خلق سخن می گفتی. این زن می تواند به نفرینی کوفه را کن فیکون کند، پس چرا سکوت می کند؟ چه حکمتی در کار این خاندان است؟ کاروان به آستانه دارالاماره می رسد. وقتی که دارالاماره در منظر چشمهایت قرار میگیرد، باز به یاد پدر میفتی. مگر چند سال از شهادت پدر گذشته؟ پدر از آن خانه محقر و کوچک بر تمام عالم اسلام حکم میراند و اینان فقط برای حکومت بر کوفه چه دارالاماره ای بنا کردند. از این پس هرچه ظلم و ستم بر سر مردم جهان میرود، باعث و بانیش همان قاصد اولی است. اللهم ملعن اول ظالم ولم حق محمد و آل محمد. سر حسین را پیش از کاروان به دارالاماره رسانده اند، در تشتی زرین پیش روی ابن زیاد نهادند. ابن زیاد با تفاخر و تبختر بر تخت تکیه زده، با چوبی که در دست دارد بر لب و دندان حسین میزند، وقیحانه میخندد و میگوید چه زود پیر شدی حسین، امروز تلافی روز بعد، و تو با خودت فکر میکنی که آیا روزی سخت‌تر از امروز در عالم هست؟ میفهمی که این صحنه را تدارک دیدن تا به هنگام ورود شما تتمه عزت و جلالتان را فرو بریزند. در میان هزار چشمت به زید بن ارقم صحابی خاص پیامبر میافتد، با ریش و مویی و ابروی سپید، اندامی نحیف و تکیده. در دلت به او میگویی تو چرا این صحنه را تاب میآوری زید؟ ناگهان زید از جا بلند می شود، با لرزشی در صدا فریاد می زند نکن ابن زیاد، چوب را از این لب و دندان بردار، به خدا که من بارها و بارها شاهد بوسه پیامبر بر این لب و دندان بودم. گریه امانش را می برد. ابن زیاد می گوید خدا گریه ات را زیاد کند، برای این فتح الهی گریه می کنی؟ اگر پیر و خرف نبودی حتم گردنت را می زدم. زید در میان گریه پاسخ می دهد پس بگذار با بیان حدیث دیگری خشمت را افزون کنم. من به چشم خودم دیدم که پیامبر نشسته بود، حسن بر پا پای راست، حسین پای چپ، دو دست بر سر آن دو نهاده بود. به خدا عرضه می داشت خدایا این دو و مؤمنان صالح را به دست تو می سپارم. بری ابن زیاد که با امانت رسول خدا چه می کنی؟ و منتظر پاسخ نمی ماند، به ابن زیاد پشت می کند و راه خروج پیش می گیرد. زیر لب به حضار مجلس میگوید از امروز دیگر برده دیگرانی، فرزند فاطمه را کشتید و زاده مرجانه را امیر خود کردید. او کسی است که خوبانتان را میکشد، بدانتان را به خدمت میگیرد. یکی به دیگری میگوید اگر شنیده باشد ابن زیاد این کلام را، سر بر تن زید باقی نمیگذارد. تو گوشه ترین مکان را برای نشستن انتخاب میکنی و مینشینی. بلافاصله زنان دیگر به دورت حلقه میزنند. سجاد در نزدیکی تو، بقیه در اطراف شما مینشینند. ابن زیاد چشم میگرداند و نگاهش بر روی تو متوقف میماند. با لحنی سرشار از تحقیر میپرسد آن زن ناشناس کیست؟
کسی پاسخ نمیدهد. دوباره میپرسد، باز هم پاسخی نمیشنود. خشمگین فریاد میزند، گفتم آن زن ناشناس کیست؟ یکی میگوید زینب دختر علی ابن ابی طالب است. برقی اهریمنی در نگاه ابن زیاد میدود، رو میکند به تو، با تمسخر و تحقیر میگوید خدا را شکر که شما را رسوا ساخت و افسانه دروغینتان را فاش کرد. تو با استواری و سلاوتی که وصف به جلال خداست پاسخ میدهی خدا را شکر که ما را به پیامبرش محمد عزت و شوکت بخشید. از هر شبهه و آلودگی پاک ساخت. آن که رسوا می شود فاسق است، آن که دروغش فاش می شود فاجر است و اینها به یقین ما نیستیم. ابن زیاد از این پاسخ جا می خورد، نمی تواند شکست را در اولین حمله بر خود هموار کند. نگاه حیرت زده حضار دوباره او را تحقیر می کند، می گوید چگونه دیدی کار خدا را با برادرت حسین و تو محکم و استوار پاسخ می دهی ما رأیت الا جمیلا، جز خوبی و زیبایی ندیدم. اینان قومی بودند که خداوند شهادت را برایشان رقم زده بود، پس بگو به سوی قتلگاه خیش شتافتند. به زودی خداوند تو را و آنان را جمع می کند، در آنجا به داوری می نشیند. و اما ای ابن زیاد، موقفی گران و محکمه سنگین پیش روی توست، بکوش که برای آن روز پاسخی تدارک ببینی و چه پاسخی میتوانی داشته باشی. ببین که در آن روز شکست و پیروزی از آن کیست. مادرت به عزایت بنشیند ای زاده مرجانه. ابن زیاد دیگر این ضربه را به خود نمی آورد. تنها راهی که در نهایت عجز به ذهنش میرسد این است که جلاد را صدا کند تا در جا سر این حریف شکست ناپذیر را از تن جدا کند. عمرو بن حضیر که ننگ کشتن یک زن را پیش از ننگ این شکست میشمرد و جنس این ننگ را بیش از ابن زیاد میفهمد، به او تذکر میدهد که دست بردارد. اما ابن زیاد درمانده شده رو به سجاد میکند و میگوید تو کیستی؟ میفرماید من علی فرزند حسینم. میگوید مگر علی فرزند حسین را خدا نکشت؟ میفرماید من برادری به همین نام داشتم که مردم او را کشتند. ابن زیاد میگوید نه، خدا او را کشت. امام به کلامی این بحث را فیصله میدهد، الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند هنگام مرگ جان انسانها را میگیرد. خشم ابن زیاد برافروخته میشود، فریاد میزند تو با این حال هم جرأت به خرج میدهی و با من مهاجه میکنی؟ و احساس میکند که تلافی شکست اینجا هم به او سر درآورده. فریاد میزند ببرید و گردنش را بزنید. میفرماید بس نیست خونهایی که از ما ریخته ای، به خدا قسم که برای کشتن او باید از روی جنازه من بگذرید. ابن زیاد به اطرافیان خود میگوید حیرت از این محبت خیشاوندی، به خدا قسم که به راستی حاضر از جانش را فدای او کند. سجاد به تو میگوید آرام باش امن جان، بگذار من با او سخنی بگویم. و بر سر ابن زیاد فریاد میکشد ابن زیاد مرا از قتل میترسانی؟ تو هنوز نفهمیدی که کشته شدن عادت ما، شهادت کرامت خاندان ماست. ابن زیاد از صلابت این کلام بر خود می لرزد، رو می کند به مأموران و می گوید رهایش کنی، بیماریش او را از پادر خواهد آورد. و فریاد می زند ببریدشان، همشان را ببرید. و با خود فکر می کند کاش وارد این جنگ نمی شدن. شما را در خرابه ای کنار مسجد اعظم کوفه سکنا می دهد تا فردا راهی شامتان کند و تا صبح هیچ کس سراغی از شما نمی گیرد. مگر کنیزان و اسیری چشیدگان باید سراغی از آنها گرفت؟ پس کجا رفتند آن همه مردمی که در بازار کوفه زجه می زدند و اظهار ندامت می کردند؟ چه شهر غریبی است کوفه. سلامتی الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. العلي العظيم حسبنا الله
نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك بین مهمنم
هر بار نیزه دار سرت چرخ می دهند، با هر تکان نیزه تکان می خورد دلم. ای صبر تو چون کوه، ای خارون حسرت زینب. ای صبر تو چون کوه، در انبوهی از اندوه. طوفان بر آشفته آرام وزیده، ای روز ترین شعر غم‌انگیز حماسه، ای بغض ترین ابر به باران نرسیده. ای کوه تو ای کوه، شبیه دل تو، چشم تو چون رود، هر روز زمانه به غمت قصه ای افزون. قرن در پی قرن، در پی قرن، در پی قرن. ای آن که کسی شکوه ای از تو نشنید، من تاب ندارم که بگویم چه کشیدی، تا بشنوم آن روز و آن داغ که دیدی. تو در دل گودال چه دیدی، چه شنیدی؟ ای آمده ای با دل خون قد خمید، این قافله توست سوی کوفه روان است. بر نیزه برای تو کسی دل نگران است. شکر است که تا شام فقط ورد زبان است. رفتید دعا کرده و دشنام شنیده. هفت روز است اسیر سفرم، قصه جان سوز تو و قاسم و عباس و علی اکبر و جعفر شده داغ جگرم. سایه سنگین سرت روی سرم، خم شده دیگر کمرم. بعد تو بی بال و پرم، درد و بلایت به سرم. کاش که چشمی بگشایی و ببینی که در این داغ جدایی، چه به روز من و اطفال حرم آمده. ای ماه خدایی، آنقدر سخت گرفتن به ما بعد تو در راه، که از ما نرسیده است به کوفه جز سایه آه. هفت روز است به جای تو عباس، شدم همسفر سایه خونی و سنان. هر طرفی چشم من افتاد، غمی روی دل افتاد، که ناگاه در آن کوچه تنگ از همه جا بارش سنگ آمد.
و یک پیر زن از جنس جهنم به کسی قول طلا داد که با نیزه به نزدیکی بامش برمد. لحظه ای آمد و دنیا به سرم ریخت که سنگی به سر زخمی تو بوسه زد و سرز روی نیزت افتاد. رقیه به سویت خم شد و تا خواست که نامت ببرد شانه زنجیر حصاری به پرش شد پر سرباز همه دور و برش شد. میشه تلخ دو سه شلاق عجب درد سرش شد. تنش انگار حسیریست پر از تار سیاهی هفت روز است پرستار حرم زینب کبراست سپر و حامی و غمخوار حرم زینب کبراست پدر و مادر و دلدار حرم زینب کبراست. وقتی همه خوابند نگهداری بیدار حرم زینب کبراست. چه گویم که ابن فضل علمدار حرم زینب کبراست. به خداوند قسم حیدر کرار حرم زینب کبراست. پس از حضرت حق و پسر خون خداوند نگهدار حرم حضرت زینب کبراست. بر این چشم به نیزه است که از چشم تو برخسته این راه رسد نیم نگاه. آماده بشید ناک کم کم برای سین زنی. السلام علیک یا أبا عبد الله الحسين. هم ناله بشین با خانم زینب کبرا. السلام علیک یا أبا عبد الله الحسين. السلام السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. جواب بده. السلام زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین. این خار و خاشا زمین منزل و مبای تو
السلام عليك يا أبا عبد الله إن خار خاشاك زمین منزل و مبای تو نیست. السلام السلام عليك يا أبا عبد الله افروز حسین که در به درم رفت از سر من سایه سرم. افروز حسین که در به درم رفت از سهر من سایه سرم. هفت روز حسین که در به درم رفت از سهر من سایه سرم. همه هفت روز حسین چه در به درم رفت از سر من سایه سرم. هفت روز حسین چه در به درم رفت از سر من سایه سرم. افروز حسین چه در به درم رفت از سر سایه سرم. چه خبره تو این عالم که هر دلی غمی داره؟ چه خبره تو این عالم که هر دلی غمی داره؟ از آسمون چشمامون بارون قصه میباره. چه خبره که حال دل گرفته و پریشونه؟ شب تا سهر برا زینم با گریه راز میخونه. افروز حسین چه در به درم رفت از سر من سایه سرم. افروز حسین چه در به درم رفت از سر من سرم. چه خبره تو این عالم که هر دلی غمی داره؟ از آسمون چشمامون بارون قصه میباره. چه خبره که حال دل گرفته و پریشونه؟ شب تا سهر برا زینم با گریه روز میخونه. افروز حسین چه در به درم رفت از سهر
سایه سر هرگز نمی کنم باور تو رفتی از کنار ما هرگز نمی کنم باور تو رفتی از کنار ما تنها منو رها کردی نبوده این قرار ما هر جا نام تو بردم دشمنه هر جا نام تو بردم دشمنه بی حرمتی کرد به این خواهره هفت روز قصه که در بدرم رفت از سر من سایه سرم جسم بی سر افتاد به خار جسم بی سر افتاد به خار از نیزه یکی پهلوت خورده چاگ هفت روز حسین که در بدرم رفت سر من سایه سر هفت روز مستم از ذکر حسین جان زینبم من مستم از ذکر حسین جان زینبم من مستم از ذکر حسین جان زینبم گریان و زار و پار گریبان زینبم من مست مست ذکر حسین جان زینبم من مست مست ذکر حسین جان زینبم گریان و زار و پار گریبان زینبم گریان و زار و پار گریبان زینبم در پای شعر محتشم امشب نوشته در پای شعر محتشم امشب نوشته کشتی شکست خورده یه توفان زینب است کشتی شکست خورده یه توفان زینب است بشنو ای دل مجنون دل پرخون دل دیوونه خواهری غریبونه داره هر دم روز میخونه بشنو ای دل مجنون دل پرخون دل دیوونه خواهری غریبونه داره هر دم روز میخونه یا قتیل العبرا اخ المظلوم حسین اخ المظلوم حسین اخ المظلوم یا قتیل العبرا اخ المظلوم حسین اخ المظلوم یا قتیل العبرا اخ المظلوم حسین اخ المظلوم یا قتیل العبرا اخ المظلوم حسین اخ المظلوم حسین اخ المظلوم اذن دخول در حرم یار زینب است اذن دخول در حرم یار زینب است گنجینه یه جزیره یه اسرار زینب است اذن دخول در حرم یار زینب است
اذن دخول در حرم یار زینب است، گنجینه جزیره اسرار زینب است. بارس روی نیزه چنین گفتگو کند، بارس روی نیزه چنین گفتگو کند. عشق تو هست آتش و نیزار زینب است، عشق تو هست آتش و نیزار زینب است. بشنو ای دل مجنون، دل پرخون، دل دیوونه، خواهری غریبونه داره هر دم روز میخونه. بشنو ای دل دل دیوونه، خواهری غریبونه داره هر دم نه. یا زبیح العطشان اخل مظلوم حسین، اخل مظلوم حسین، اخل مظلوم. یا زبیح العطشان اخل مظلوم حسین، اخل مظلوم. سیدی سار الله یا ابا عبدالله، 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 سیدی سار الله یا ابا عبدالله. از ازل مهر تو به دلم افتاده، از ازل مهر تو به دلم افتاده، که به عشقت مادر منو شیرم داده، که به عشقت مادر منو شیرم داده. اگه شده رو قلبم سیدی سار الله، اگه شده رو قلبم سیدی سار الله. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، سیدی سار الله 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 عبدالله. عشق تو آقا جون همه دنیامه، حرم اربابم همه شب رایامه. راز قلب مستم عشق تو چشمامه، عشق تو چشمامه. افتخارم اینه که حسین آقامه، افتخارم اینه حسین آقامه، افتخارم اینه که حسین آقامه، که حسین آقامه. سیدی سار الله یا ابا عبدالله، سیدی سار الله یا ابا عبدالله، سیدی سار الله یا ابا عبدالله، سیدی سار الله یا ابا عبدالله. دل من بیتابه حرم اربابه، قلب من محزون و دیده هم پر آبه، دیده هم پر آبه. همه شب از عشق تا سحر بیتابم، منو دعوت کن که تشنه دیدارم، تشنه دیدارم. سیدی سار الله یا ابا عبدالله، سیدی سار الله یا ابا عبدالله.
سیدی سار الله یا ابا عبدالله سیدی سار الله یا ابا عبدالله سفر کرب و بلا حاصلش رنج و بلا سفر کرب و بلا حاصلش رنج و بلا خود به خانه نهزتش دختر شیر خدا دختر شیر خدا در زمین کربلا شور و غوغا برپاس پیکر خون خدا زخمی تیغ بلاست زخمی تیغ بلاست عطرت مولا را به اسارت بردن عطرت مولا را به اسارت بردن حسی خرگه را همه غارت بردن در ره کوفه و شا دختری محزونش دختری محزونش دیدگانش در غم پای او مجروح است قلب او زخمی کی خسته جان و روح است خسته جان و روح است از حرم تا قتل گه زینب صدا میزد حسین از حرم تا قتل گه زینب صدا میزد حسین دست و پا میزد حسین زینب صدا میزد حسین دست و پا میزد حسین زینب صدا میزد حسین ناله ها میزد حسین زینب صدا میزد حسین ناله ها میزد حسین زینب صدا میزد حسین بر مشام میرسد لحظه بوی کربلا بر مشام میرسد هر لحظه بوی کربلا بر دلم ترسم به ما ندار زوی کربلا تشنه آب فرات ای عجل مهلت بده تا بگیرم در بغل قبر شهید کربلا تا بگیرم در بغل کربلا صلی الله علی الحسین و علیک الزینب صلی الله علی الحسین و علیک صلی الله علی الحسین یا جلو صلی الله علی الحسین و علیک الزینب صلی الله صلی الله علی الحسین زینب وای حسین وای حسین وای حسین یا جلو وای حسین 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 حسین آقا مقام آقا مقام آقا مقام آقا حسین 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 آقا مقام آقا یا زهرا یا زهرا یا زهرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وفرجنا بهم. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين يا الله يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فراي فرج إمام الزمان برآمدن حوائج و شفای مرزا پنج مرتبه این آیه شریف را با حال حضور و توجه و اضطرار عرضه بداریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دینی و دنیایی و اخروی ما کفایت فرما. خدا حوائج این جمع به حقیقت امام حسین به حقیقت زینب کبرا برآورده بفرما. کسانی که ملتمس دعا شدن حوائجشون برآورد. جوانان ما در پناه امام زمان از خطرات آخر الزمان مسون و محفوظ بفرما. عواقب امورشان ختم به خیر بگردان. خدا ثوابی از این مجلس من نصار رو گذشتگان زبل حقوق گذشتگان از این جمع پدر و مادر این جمع بستگان این جمع خدا عائد و واصل بفرما به نبی و آله الفاتحة مع الصلوات. چرا خواهی بزن؟ Thank you.